بازتاب و اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت وزارت دادگستری آمریکا. بیانیه وزیر دادگستری در مورد انتقال مهمات ضبط شده از سپاه پاسداران ایران به اوکراین. با این انتقال وزارت دادگستری علیه یک رژیم استبدادی مستقیما از مبارزه مردم اوکراین علیه رژیم استبدادی دیگر حمایت می‌کند. تامپا، فلوریدا. در 2 اکتبر 2023 دولت ایالات متحده تقریباً 1.1 میلیون گلوله 7.62 میلیمتری را که با نقض قطعنامه 2216 سازمان ملل از سپاه پاسداران به حوثی‌های یمن منتقل می‌شد، توقیف و به نیروهای مسلح اوکراین برای حمایت از مردم اوکراین منتقل کرد. جسور لبنان. نقض‌های وحشتناک حقوق بشر در ایران نه تنها ادامه دارد، بلکه بدتر از گذشته است و زندگی مردم به طور کلی و زنان به طور خاص را دشوار می‌کند. مردم ایران امروز در همه سطوح با عقب ماندگی و افول روبرو هستند. دیلی میل با عنوان لحظه‌ای که یک دختر 16 ساله ایرانی بیهوش از ترن مترو بیرون کشیده می‌شود نوشت، نیروهای سرکوبگر مترو به آرمیتا گراوند به بهانه آخوندساخته بدحجابی حمله کردند و وقتی او بر اثر ضربات به کما رفت او را رها کرده و رفتند. وزارت خارجه آمریکا. ودان پاتل. ما همچنان چندین ابزار در اختیار داریم تا از توسعه خطرناک ایران و تکثیر فناوری‌های مرتبط با موشک و پهپاد جلوگیری کنیم. نیویورک تایمز با عنوان مقت‌های اسیر ایران نوشت، نفوذی‌های رژیم ایران در دولت بایدن قابل توجه است. شفافیت کامل همچنین باید به تأمین کنندگان مالی آنها در اندیشکده‌ها، مدیران آکادمیک، سردبیران روزنامه و مجله و دولت به کار می‌رفت.